بخش سوم، سیاست برای همه. امروز به پیدایش دموکراسی در یونان، یا شاید بهتر باشه بگیم به جای یونان آتن. چرا تفاوت باید قائل بشیم بین آتن و یونان؟ به این دلیل که یونان همون جوری که میدونید یا شاید باید بدونید مجموعه ای از شهرها بود و حتی بهتره به جای اون واژه دولت شهر که تو همین یکی دو جلسه گذشته هم کمتر بهش اشاره کردم از همون واژه پلیس استفاده بکنیم. به این دلیل که یونانی ها از اساس مسئله دولت رو به اون معنایی که خب ما میشناسیم نداشتن، هنوز نهاد دولت شکل نگرفته بود، بلکه پلیس در واقع شهر. پلیس هم حواستون باشه، پلیس ما امروز به عنوان نیروی انتظامی در واقع استفاده میکنیم، یا نهادی که در واقع قراره جامعه رو ساماندهی بکنه، مثلا راهنمایی رانندگی و نمیدونم جرایم و اینا. پلیس در معنای یونانی یعنی شهر. پس ما با دولت شهرها روبرو نبودیم، بلکه با پلیس روبرو بودیم و شهر در واقع روبرو بودیم که به صورت مستقیم اداره میشد، که الان اشاره میکنم چگونه مستقیم اداره میشد. مسئله اینه که از دل مونارشی یا اون نظام پادشاهی یونانی که دوره پیش از در واقع دموکراسی بود، سه جنرال بیرون میان که این سه جنرال باسیلیوس که بهش مسئله دین و تشریفات رو در واقع ریچوال کار ریچوال استیت رو در واقع اون منطقه رو دولت رو باید انجام میداد، حالا بازم من میگم دولت رو حواسمون باشه، شهر رو در واقع انجام میداد، و پولومارچ که کار دخالت در امور جنگ و امور خارجه و همچنین ارتش رو داشت، و اپونیموس که اون هم در واقع یه بخش دیگه از کارها رو انجام میداد. در کنار این قضیه، یا بهتر بگیم زیر این سه جنرال، ما شهروندان ممتاز رو داشتیم که این شهروندان ممتاز نمیدونیم شکل انتخابشون چگونه بوده، چگونه انتخاب میشدن. حتما میتونیم حدس بزنیم که اینها از الیت جامعه بودن، یعنی از برگزیدگان و نخبگان جامعه بودن، یا کسانی که ملک و املاک داشتن، آدمای مشهوری بودن، نفوذ داشتن در شهر، اینها میشدن اون لایه زیری. در کنار اینها یونانی ها، یا بهتره بگیم باز هم آتنی ها، کانسل داشتن، شورا داشتن. این شورا یه شورای 500 نفره بود که از هر قومی در واقع انتخاب میشد، 10 تا قبیله. من فکر هم میکنم که در یه جلسه از صحبتام گفتم 12 قبیله، درستش 10 قبیله است که اینجا تصحیح میکنم. 10 قبیله 500 نفر که از هر قبیله در واقع 50 نفر اینها نماینده میشدن و حضور میداشتن در این شورا و کار شهر رو ساماندهی میکردن. پیدایش دموکراسی در یونان یه سری مقدمات هم داشت. یکی از مهمترین این مقدمات ظهور شخصی بود به نام سالون، که این شخص با یک انقلابی یا شبه انقلابی یا رفرمی، همه اینها رو با احتیاط داریم میگیم چون منظور ما از انقلاب یا رفرم در یونان با اون چیزی که امروز ما میفهمیم متفاوت. این شخص یکی از مهمترین کارهایی که کرد برداشتن یا لغو وامهایی بود که اشخاص، خصوصا اشخاص فقیرتر یا از طبقات پایینتر، به دولت داشتن یا نسبت به کسای دیگه داشتن. اغنیا، ثروتمندان در ابتدای امر مخالفت کردن با این قضیه و گفتن که خب این سالون اومده که مال املاک ما رو بگیر و به قولی پول ما رو بگیر و بده به فقرا، یا در واقع ما رو از اون قرضهایی که یا طلبهایی که در واقع داریم تهی بکنه. اما بحث اینجوری نبود، بحث این بود که از اساس کاری که سالون داشت می‌کرد مبناش برداشته شدن بردهداری به معنا بود، یعنی یونانی ها رو، اون کسانی که به واسطه یه قرض برده شده بودن هم در داخل یونان و هم در خارج از یونان، موجب شد که اینها برگردن، بدهکاریاشون تسویه بشه و تبدیل به مرد آزاد، که میدونید که برای اینکه در یونان شما میتونه بتونید مشارکت داشته باشی، در یونان باستان باید مرد بالای 18 یا 20 سال میبودید و آزاد هم میبودید که بتونید شراکت داشته باشید در امر سیاسی، در امر پابلیک، در امر جمعی در واقع، که طبیعتاً سیاسی است. پس کاری که سالون کرد قدم اول بود و بسیار مهم بود برای پیدایش دموکراسی. سوال اساسی که پیش میاد اینه که چرا آتن یا یونان مسئلش دموکراسی شد و مرکزی شد برای پیدایش دموکراسی؟ به این سوال از چند جهت میتونیم پاسخ بدیم. یکی، به نظر من، حالا من نظر که میگم در واقع آن چیزی که من خواندم و متوجه شدم، به شکل جغرافیایی، یا بهتر بگیم ژئوپلیتیکی، جغرافیای سیاسی یونان ربط داشت. یونان در جایی قرار داشت که از جهت سوق الجیشی جای بسیار مهمی بود. اون موقع دریای مدیترانه محلی بود برای داد ستد اقوام جهان و خب طبیعتاً یونان سود بسیار بالایی می‌برد. یکی از این سودها طبیعتاً استفاده یا فهم فرهنگ‌های متفاوت بود.
پس شکل جغرافیایی یونان بسیار کمک بهش میکرد. و بعد از جهت دیگه اینی که یونان کوچک بود، همونجوری هم که گفتیم جمعیتش زیر 300 هزار تا بود حدوداً، پس این همه کمک میکرد که از اساس آن چیزی که ما امروز دموکراسی مستقیم مینابیم یا دموکراسی رو در رو ممکن بشود. چنین چیزی در امپراتوری ایران که دشمن و در واقع رقیب سیاسی از جهت کنترل در واقع منطقه در مقابل یونان بود اتفاق نیفته و طبیعی هم بود. به همین دلیل هم یونانی ها نمیفهمیدن که اصلا مسئله شاه گریت کینگ داشتن و این همه سرزمین و این همه آدم رو کنترل کردن چجوری ممکن میشه. طبیعتا از دل اون جغرافیای سیاسی و متناسب با اون جغرافیای سیاسی دموکراسی یونان پدیدار شد. مسئله بعدی رابطه فلسفه و سیاست بود. همچنان که پولیتیک معناش از دل یونان اومد، فلسوفیا و دانایی به اون معنا، نه حکمت آن چیزی که ما میفهمیم، بلکه برخورد عقلانی و طبیعی با جهان، از دل جهان یونانی بیرون اومد، از قرن ششم پیش از میلاد. به این ترتیب هر جا صحبت از فلسفه هست، صحبت از سیاست هم هست. در واقع فلسفه را اگر ما طرح پرسش درباره هستی بدونیم، سیاست رو باید طرح پرسش درباره شهر بدونیم. کسی که درباره شهر سوال داره که من شهر رو چگونه اداره بکنم، فاضلاب رو چه بکنم، نمیدونم آموزش رو چه کار بکنم، جرایم رو چه کار بکنم، همه اینها که مربوط به شهر میشه، طبیعتاً مجبور هست که با یه سری از پرسش‌های بنیادین هستی هم روبرو بشه. حقیقت چیست؟ واقعیت چیست؟ ماهیت چیزها چیست؟ که اون موقع بر اساس علمی که تا همون اندازه داشتن و بسیار هم طبیعیدان در بینشون بود، به جهان یا علت‌های جهانی رو، علت‌های هستی رو می‌خواستن در دل طبیعت بیابن. مثل اینکه مثلا یکی میگفت هستی جهان با آب ساخته شده، یکی میگفت از آتش ساخته شده، همون در واقع عناصر اربعه، عناصر چهارگانه. تلاش میکردن که جهان رو، هستی رو در واقع با فلسفه توضیح بدن و شهر رو با سیاست توضیح بدن. پس دموکراسی، این واژه دموس مردم و ساختن شهر به واسطه مردم، اداره شهر به واسطه ساخت و حضور مردم، از دل جهان یونانی بیرون اومد و یک مبنای اساسی دیگه هم داشت که این شاخصه بسیار کمک کرد به ظهور و پیدایش دموکراسی و اون مسئله پرسشگری بود. خب شما به عنوان کسی که میخوای پرسش بکنی سوال داری دیگه، کنجکاوی باید بکنی، چیزها رو بشناسی. طبیعتاً باید این امکان رو در واقع اول داشته باشی و بعد نیاز بعدی هم اتفاق میفته، یعنی پاسخگویی میخواد. همه اینها یعنی سخنوری، یعنی گفتن، یعنی حرف زدن. جهان یونانی، جهان دموکراتیک یونانی، جهان گفتگو بود. دیالوگ، این واژه هم بسیار مهمه. افراد باید حرف می‌زدن، نمیتونستن حرف نزنن. خب طبیعتاً این چنین چیزی در جهان ایرانی نمیتونست اتفاق بیفته. جمعیت زیاد، نمیدونم منطقه جغرافیایی زیاد، نمیتونست این اتفاق مستقیم ممکن بشه. یونانی‌ها به اندازه اون جمعیتی که داشتن و همچنین کوچک بودن شهر، کمک می‌شد که اینها مستقیم با هم دیگه صحبت بکنن. پس اول باید جهان رو عقلانی بکنی یا فهم عقلانی نسبت به جهان داشته باشی که یونانی‌ها این کارو کردن. از دل جهان عقلانی طبیعتاً پرسشگری بیرون میاد. پرسشگری نیاز به پاسخ داره. گفتگو و دیالوگ باید اتفاق بیفته. حواسمون هم باشه این با گفتمان، دیسکورس در واقع فرق میکنه. حواسمون باشه اشتباه نگیریم اینها رو با هم دیگه. از دل این گفتگو، از دل این دیالوگ، اون موقع پیشنهادها بیرون میاد، طرحهای سیاسی بیرون میاد. برای اینکه این گفتگو در یونان ممکن میشد، نیاز به فضای عمومی داشت. یونانی ها برخلاف اون چیزی که ما امروز از جهان میفهمیم، بسیار آدمهای عمومی بودند. یعنی هر آن چیزی که میخواست اتفاق بیفته باید در جمع اتفاق میافتاد، در جامعه اتفاق میافتاد، عمومی اتفاق میافتاد. و اگر، حالا این نکته شاید به نظر ما جالب باشه ولی یه سری نقاط ضعف هم داره که بهش الان اشاره میکنم، بحث اینه که شما اگه در خانت، در خلوتت کاری میکردی، این کار نباید در جامعه عمومی خودش رو نشون میداد. به معنام اینطوری میتونیم بگیم امر پرایوت، پرایوسی، امر خصوصی به شکلی محرومیت حتی حساب میشد. یعنی شما برای اینکه بخوای در شهر دخالت بکنی، جدای از اینکه باید مالک می بودی، مرد می بودی، آزاد می بودی، باید عمومی هم می بودی. باید می اومدی حرف می زدی. نمیتونستی تو خونت بشینی و برای خودت بمونی و بگی من میخوام در سیاست دخالت بکنم، مثل امروز مثلا بلی یه رأی همجوری بدی و بری. نه، باید دخالت می کردی، باید حضور می داشتی. یکی دیگه از نکات که باز هم از پیش شرطها و اصول جامعه یونانی بود، قائل بودن اینها به زیبایی و نیکی بود.
این مسئله خب به نظر ما عادیه، اما یه مشکلاتی داشت. یکی از مشکلات این بود که جامعه یونانی آن چیزی رو که زیبا و نیک نمیدانست اجازه نمیداد که در جامعه عمومی در واقع نمود پیدا بکنه. شما اگر مثلا قائل باشید با ذهن امروزی بخواست فکر بکنید و بگید خب آزادی بدن، فحشا مثلا، فحشا یا تن فروشی یک بخشی از آزادی میتونه حتی باشه، این برای جامعه یونان معنا پیدا نمیکرد، چون زشتی بود، چون بدی بود و این رو میگفتن نباید در جامعه عمومی نمود پیدا بکنه، چون ضد ارزش های ماست. اگر ما بخوایم دموکراسی رو بفهمیم، دموکراسی یونانی رو بفهمیم، باید بفهمیم کدام ارزش ها و کدام اصول اون جامعه رو ساخته بود که یکی از این اصول باور داشتن اونها به زیبایی و نیکی بود. اما جامعه یونانی و پیدایش دموکراسی در یونان یه سری نقاط ضعف هم داشت و این نقاط ضعف نه فقط با ذهن امروزین ما، بلکه حتی به نسبت مقایسه‌ای که ما اون جامعه رو فرضاً با جامعه ایرانی بکنیم میتونه از یه جهاتی نمود داشته باشه. یکی از این نمودها به نظر من و اون چیزی که ما فهمیدیم و میفهمیم مسئله حقوق بشر. تصور امروزین ما از حقوق بشر آن چیزی است که به هر حال در قرون جدید اتفاق افتاده، اما واقعیتش اینه که وقتی که ما با کوروش طرف میشیم، با کوروش بزرگ، میبینیم که رگه‌هایی از اصول حقوق بشر و آن چیزی که امروز ما میفهمیدیم توسط کوروش و در جامعه ایرانی بود و ظهور کرده بود. برخوردی که کوروش با یهودیان داشت به معنای آن کسانی که دینی متفاوت دارند، ملیتی متفاوت دارند، از جای دیگر هستند اما باید آزاد باشند، با فکر امروزین ما هماهنگ تره تا آن چیزی که یونانی ها میفهمیدن. یونانی ها به زنان باور نداشتن، به بردگان باور نداشتن. خب جهان بردهداری رو میتونیم تقریبا بفهمیم، خیلی دیرتر در جهان اتفاق افتاد، اما در رابطه با زنان هم بازم به همین ترتیب بود. اگر جهان یونانی رو با جهان ایرانی مقایسه بکنیم، حضور زنان در جامعه ایرانی قدرتمندتر بود تا در جهان یونانی. این رو میتونیم با یه سری از اسناد مشخصتر و جدیتر در موردش حرف بزنیم. اما سوال در نهایت این خواهد بود، چگونه ما میتونیم در مورد آتن یا یونان دموکراتیک صحبت بکنیم، از دموکراسی در یونان باستان صحبت بکنیم، وقتی که بخشی جدی از جامعه یعنی زنان و بردگان آزاد نیستن؟ واقعیت اینه که برخورد یونانی ها با این مسئله چون از آن خودشون بود، برخوردی از اساس اصیل بود، یعنی اونها طبق نگاه سنتی تاریخی خودشون از اساس هنوز به این اندازه از رشد عقلانی نرسیده بودن که زن رو به عنوان بخشی از انسان دخالت کننده در سیاست بپذیرن و بعد این مسئله رو اینگونه نگاه میکردن که زنان به صورت طبیعی هستند که بزایند و در خانه کارهای خانه را انجام بدن. یعنی یه دو تا چارتایی داشتن که با دو تا چارتای ما هماهنگ نبود و نیست. اما معنای دموکراسی یونانی، معنای برخورد مستقیم با سیاست، یعنی فرضاً 70,000 نفر، نمیدونم 50,000 نفر، 20,000 نفر مستقیم میتونستن در سیاست دخالت بکنن، رأی گیری بکنن، کار سیاسی بکنن و یقه گیری بکنن، یا یه کسی مثل پریکلس رو بعد از 6 ماه مثلا لغوش بکنن، حاکمیت رو ازش بگیرن، به دلیل حضور و ظهور دموکراسی و این معنا در یونان باستان بود. ما اگر میخوایم دموکراسی رو در یونان باستان بفهمیم، باید با نگاه یک یونانی به اون مسئله نگاه بکنیم. اینطوری فهم ما شاید واقعی تر باشه.